با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این دهمین روز از یازدهمین ماه در چهاردهمین سال از سومین هزاره خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. یقیناً خبرها رو شما هم بهتر از من تعقیب میکنید و دنبال میکنید، اما چند تا نکته است که بایستی خدمتت عرض بکنم و اون این استش که چه مطلبی بود که میخواستین بگیم که فراموش کردیم؟ خب رضای پهلوی هم شاهزاده محترم هم ایشون هم به جمع تلویزیون ها اضافه شدن، یه تلویزیون دیگه هم به تلویزیون اضافه شد. نمیدونم از حالا به بعد تکلیف آقای شهرام همایون چه خواهد شد، تکلیف اون تلویزیون هایی که این کار رو میکردن چه خواهد شد، آیا مردم در حقیقت حالا کمک های مالیشون رو باید از اونا قطع کنند و به این تلویزیون بدن؟ این ماجرا تا کجا می رود نمیدونم، اما اون چیزی که فهم میکنم از داستان و توی برنامه هم که با آقای رضای سیاوشی داشتیم همین رو به عرض رسوندم این هستش که اینا همشون در حقیقت فعالین ما، فعالین سیاسی ما، قطنماشون به آمریکا وصله. یعنی وقتی که مثلا انتخابات بود در اینجا آقای کری و نمیدونم میگم کری آقای اوباما و رامنی بود، یادته که چه داستانایی بود و اینا فهم میکردن که رامنی برنده میشه، تمام سرمایهشون رو گذاشتن اونجا، شورای ملی اصلا بر بابتش درست کردن، یکی از دلایل پیدایش شورای ملی همین بود. و یادمه که پیش از اونم شاهزاده رضای پهلوی گفتش که من اصلا تا این ماه مارس بود یه گفتگو میکرد با تلویزیون وایس آف امریکا و اونجا به شدت گفتش که من تا دو ماه به شما فرصت ندارم، اگه نکنی خودم تنها میرم. معلوم نبود کجا میخواست بره که تنهایی میخواست بره و اینا نیومدن همراهش نکردن. و بعد از ماجرا و همون موقع شما شاهد نشستهای نمیدونم پراگ و استکهلم و اینا هم تو همین زمینه، همین نشستی که اینا دوباره در فلورانس ایتالیا گذاشتن، جای خوش آب و هوا هم میرن برنامه‌هاشون رو قرار میدن، چه ذوق و سلیقه خوبی هم دارن، اونجا هم دوباره بر اساس همین انتخابات اخیر بود. همین تلویزیون هم که درست کرده رضای پهلوی شاهزاده، ایشون هم بر اساس همین انتخابات که حالا چون دومر خواهد شدن دیگه ما هم تمومی میپنیم و بالاخره هفت ماشین گل میزنن شب عروسی یا شاید برای اینا هفت تا تانک و گل بزنن و همه ذهنیتشون اینجوریه که ما کاری نمیتونیم بکنیم، اونا اینا رو اوبردن، اونا هم اینا رو میبرن و همش راجب اینا و اوناست. ولی وقتی واقعا تاریخ رو نگاه میکنی، اسنادی که بیرون میاد رو دنبال میکنی، میبینی که حتی در ماه آذر، یعنی شاید در انتهای نوامبر و اوایل سپتامبر، تا اون موقع هم حتی هیچ کس، روسا هم حتی شوروی اون دوره هم باور نمیکرد که شاه سقوط کنه، هیچ کس اصلا چنین چیزی تو مخیلش نبود که شاه سقوط میکنه. اونجایی که دیدن که شاه خودش میل به ادامه نداره و در حقیقت خودش رو مات شده، شاهی که خودش رو مات کرد و خودش رو تو اون پوزیشن قرار داد و خودش رو مات کرد، اونجا بودش که اینا گفتن حالا که این داره میره پس حالا ما چیکار کنیم، بریم این یکی رو پیدا کنیم که او بتواند این داستان رو حل و فصل کنه. و اینکه امروز تعریف کنی که اونا آمدن و این رو ورداشتن، اون رو آوردن، این رو بردن، تو اون ذهنیت وقتی حرکت میکنی عاقبتش هم به اینجا میرسه که امروز هم میگی که بله اگر انتخابات در آمریکا این گونه بشه اونجوری میشه، اونجا هم اونجوری بشه پس ما اینجوری میشه. میدونم میرن تو فلورانس میشینن، میرن در نیویورک، حتی همه عده‌ای که
اسم خودشون رو جمهوری خواهان و در حقیقت سابقه چپ دارند و به قول آقای رضایی سیاوشی تفکرشون در حقیقت مبدعش قیام 15 خرداد خمینی بوده، یک در حقیقت حرکتی که ضد رشد بوده، ضد ترقی ایران بوده. اینا مبدع خودشون اونجا قرار میدن و راست میگفت رضایی سیاوشی. وقتی تاریخش رو میخونی میبینی که علل پیدایش همه اینا از اونجاست، همشون اونجا شکل میگیرن، حتی چریکای فدایی، حتی چریکای فدایی. دیدم که این پسره واقعا اسباب خجالته، اسباب شرمه. این پسر امید دانا دوباره یه ویدیو درست کرده بود فور سرخی، نمیدونم تروریست، نمیدونم چی، از این آزادی خواه تروریست، از این حرفا و حرفای آدم ها رو تیکه تیکه جملات اینا رو به چسبونی پشت سر هم دیگه و به یکی این اینجوری گفت اون اینجوری گفت. خیلی اسباب خجالته، جامعه بسیار بسیار در قهقراست. اگر که الان میگه این داستان اسید پاشی ممکنه شما هم الان بهت بر بخوره، ولی واقع اینه که اینا از درون اون جامعه میجوشه میاد بالا. یه مدلی رفتار میکنه، یه مدله، یه جاست، یه شکله، دو تا شکل نداره. اسباب خجالته اینا. گفتم دیگه هیچ چیز نداره، هیچ استقلال نداره. نگاهش به اینه که این آمریکایی چجور میکنه، اونو میاره، اینو میبره، چجور میاره، چجور میبره. گرفتاری اونجاست. یاد فرانسوی گفتگو کرده با قاسم شول سعدی در مورد همین موضوع استقلال کانون وکلای ایران، مثلا چیزی نمونده ازش که حالا مستقل باشه یا نباشه. بذارین این گزارش رو با هم گوش بدیم، ضرر نداره. سلام عرض میکنم آقای قاسم شورسدی، شما حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران هستید. حبس و زندانی شدن شماری از حقوقدانان و وکلای برجسته ایران نظیر آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و بسیاری دیگران و لغو پروانه فعالیت بسیاری از حقوقدانان و وکلای ایران از جمله خانم نسرین ستوده و یا خود شما آقای قاسم شورسدی گویای وضعیت نگران کننده ای از شرایط امروز قضا، دادگستری و به ویژه استقلال این دو نهاد که یک پایش همواره استقلال کانون وکلاست که به نظر میرسد این روزها در معرض خطر جدی است، یعنی استقلالش در معرض خطر جدی است. ممکن است بفرمایید که اشکال جدید این تهدید علیه استقلال کانون وکلای ایران چیست و وکلای ایران چگونه میتوانند از این نهاد بزرگ تاریخی خود صیانت به عمل بیاورند؟ کانون مستقل وکلا لازمه قوه قضاییه مستقل است. قوه قضاییه ما اراده اساسی داره که اول اینکه مدیریت قوه قضاییه از اول انقلاب تا کنون در اختیار چهره های سیاسی بوده. مثلا دکتر بهشتی که اولین رئیس قوه قضاییه بود، در این حال که رئیس قوه قضاییه بود دبیر کل حزب جمهوری اسلامی هم بود، یک حزب تمام عیار سیاسی، و مدیران بعدی هم کمابیش جزء رهبران و چهره های سیاسی جناح‌های مختلف، حالا هم از چپ در زمان آقای خمینی و بعد از فوت آقای خمینی هم از جناح راست بوده. بنابراین این مدیریت، مدیریت سیاسی، موقع مدیریت سیاسی باشه خواهی نخواهی اون زیر مجموعه باید ملاحظات سیاسی رو رعایت کنه. دوم این که حتی طبق خود قانون اساسی از 57 میگه که قوای سگانه کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر انجام وظیفه میکنند. اگر قرار باشه سه قوه زیر نظر کیسی باشه، معنی تفکیک قوا دیگه خیلی جدی نخواهد بود. اگر تفکیک قوا مطرح نباشه، استقلال هم به تبع اون مطرح نیست. صرف نظر از این که حالا نهادهای نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی اینا چقدر
نفوذ در قوه قضاییه داشتند این بحث جداگانه است. و در این چارچوب قوه قضاییه حتی مبادرت به تأسیس یک نهادی کرده به عنوان نهاد مشاوران و قوه قضاییه و کارشناسان وابسته به قوه قضاییه، حتی اینا دیگه ارتباطی به کانون وکلا هم ندارن، یعنی قوه قضاییه خودش کارشناس و وکیل هم داره در واقع به وجود میاره و آورده. خب طبیعی زایی که وکیل اختیارش رو قوه قضاییه صندوقش قوه قضاییه داده باشه، خب طبیعتا باید تابع اون هم باشه. بعد کار دیگه هم که شده این هست که اصلا قدیمی ترین نهاد مدنی ایران به نظرم هم کانون وکلا هست. ما میخوام هیئت مدیره خودمون رو انتخاب کنیم، باید قوه قضاییه تایید بکنه و صلاحیت بسیاری از افراد با صلاحیت رو رد میکنن و نمیذارن که حتی ما هیئت مدیره خودمون رو داشته باشیم. متاسفانه فشارات به گونه‌ای هست که من آرزو میکنم که قوه قضاییه ما به روزی برسه مانند قوه قضاییه زمان آپارتاید در افریقای جنوبی. نه حالا زمان آپارتاید تأکید میکنم، در زمان آپارتاید در افریقای جنوبی انجمن حقوقدانان ترانسوان از دادگاه عالی درخواست میکنند که پروانه وکالت آقای نلسون ماندلا رو لغو کنه به دلیل فعالیت‌های سیاسی. قاضی زمان آپارتاید رأی میده، میگه هر کسی حق دارد نظرات سیاسی داشته باشه و در چارچوب اون عقیدش هم مبادله کنه حتی اگر تبدیل بشه به مخالف دولت، مخالف حکومت. قانون وکلا رو که این درخواست رو کرده بود محکوم به جبران خسارت آقای ماندلا میکنه. ببینید این قوه قضاییه زمان آپارتاید افریقای جنوبی است که یه وکیل مثل آقای ماندلا وکالت هم میکنه در این که بزرگترین معارض حکومتش هم هست. من آرزو میکردم که کاش قوه قضاییه ما یه روزی به زمان آپارتاید افریقای جنوبی برسه. شما فکر میکنید که وکلای ایران چه اقدام عاجلی باید در دستور کار قرار بدهند که از استقلال این نهاد قدیمی یعنی کانون وکلا سیانت به عمل بیاورند؟ خب ببین هر بار سر کانون وکلا اومده تا حالا وکلا سکوت کردن. خب این سکوت از حداقل امر معروف و نهی از منکر که میتونن بکنن، میتونن به قوه قضاییه اعتراض کنن بگن آقا تو چرا اینقدر اختیارات ما و استقلال ما رو مخدوش میکنی؟ و این لایحه‌ای هم که الان تقدیم شده برای تصویب این دیگه تیر خلاص میزنه به استقلال کانون وکلای دادگستری. باید نظام بکنن وکلای ما باید بیان در سندگاه مجلس بشن، در نهادهای قانونگذاری قرار بگیرن تا جلو این اجحافه رو بگیرن. وکلای ما متاسفانه فعالیتی ندارن و هر مصیبتی هم سرشون میاد حتی همکارانشون رو زندان میکنن. اینا خیلی هاشون حاضر نیستن سوال کنن چرا. من خودم موقعی که بازداشت بودم خانم من مراجعه کرده بود به رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران آقای مندنی‌پور، گفتید آقا شما از قضاییه سوال کنید که آقا چرا این وکیل دادگستری رو شمسری رو بازداشت کردید. حتی ایشون حاضر نشد سوال از بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای قاسم شورسدی، حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران. چی میفهمیم از این حرفا؟ واقعا چی درک میکنیم؟ میگیم چه اتفاقی افتاده؟ احضار قضات متهم به پرونده کهریزک به دادسرا، علی اکبر حیدریفر و سعید مرتضی، این دوتا رو احضار کرد. اما یه مطلب بسیار بلندی رو امیر فرشاد ابراهیمی نوشته، من دارم میخواد که این مطلب بلند رو با هم دنبال کنیم. میدونم یه ذره طولانی است ولی چه کنم، فکر کنم خوبه که آشنا بشیم به ماجرا. خوب بود که مثلا اینا رو به صورت سگمنت ها در می آوردیم، نمیدونم از این کارهای تلویزیونی میکردیم، ولی من که اونا رو امکانش رو ندارم، یعنی همچی تیمی رو ندارم که برام همچی کارهایی رو بکنه. وقتی اشاره میکنه آقای شعله سعدی که اون قوه قضاییه رو دادن دست بهشتی، بچه هایی که امروز در ایران هستن اصلا این داستان ها رو نمیدونن به خاطر این انفجار جمعیت شاید اسمش رو بشه بذاریم. خیلی با سرعت جمعیت ایران زیاد شد، خیلی با سرعت عجیب و غریبی، جوان تو ایران خیلی زیاده بود.
می نویسد که اصلا شناسایی اسید پاشان در اصفهان بیفایده است. درست میگه، خاطر اینکه قوه قضاییه قوه قضاییه نیست. اون رئیس سابدکون چی اسمش، یکی از این جانیا میگه اصلا ما فرمان آقا رو اجرا میکنیم، ولی قضاوت نداریم، فرمان آقا، هر چی آقا کنه ما همونو اجرا میکنیم. ننگه این اصلا برای جامعه. می نویسد در شهر جهرم از بهمن 57 تا اسفند 60، یعنی 3 سال و 1 ماه، طبق آمار رسمی 74 نفر به روایتی دیگه از 130 نفر از زنان خیابانی و خوانندگان و رقاصهای کابارو رستوران‌های زمان قبل از انقلاب کشته شد. البته در میان کشته شدگان تعدادی هم از زنهای باهایی و همچنین وابستگان به گروه چپ هم دیده شده. در آن سالها وضعیت شهر جهرم و شهرهای اطراف آن ملتهب بود. در شهر آشکارا خبری از زنان نبود و همه از ترس مرگ خانه نشین شده بودند. این در حالی بود که همه مردم قاتل و قاتلان را می شناختند و از راه و روش و مسلک آنها خبر داشتند. این آشنایی به اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 برمیگشت که حسین آیت اللهی نماینده خمینی و امام جمعه شهر به علی محمد بشارتی که از جوانان انقلابی شهر و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر جهرم بود مأموریت می‌دهد تا در یکی از باغ‌های اطراف شهر، بذار اینو اینجا درست بکنم، شاید این کمکم بکنه، شاید باش. این تصویر آقای آیت اللهیه که حسین آیت اللهی نماینده خمینی و امام جمعه شهر به علی محمد بشارتی که از جوانان انقلابی شهر و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر جهرم بود مأموریت می‌دهد تا در یکی از باغ‌های اطراف شهر که متعلق بود به یک فرد بهایی که از کشور گریخته بود و مصادره شده، کمیته ای را تأسیس نماید و با وابستگان طاغوت و مظاهر فساد برخورد کند. بشارتی نیز بلافاصله پس از دریافت این مأموریت دور تا دور باغ را سیم خاردار می کشد و 2 برج نگهبانی هم در 2 طرف باغ تعبیه نموده و با استفاده از چند کانکس در آنجا بازداشتگاه و اتاقهای بازجویی برقرار می نماید و بر سردر باغ نیز تابلوی میزند به نام کمیته تصویه و کار خود را با بازداشت و تشکیل پرونده و نهایت اخراج کارمندان و معلمان ادارات دولتی که به زعم وی از وابستگان به طاغوت یا ساواکی بودن آغاز میکند و اگر در خلال شناساییش فردی را نمیتوانست بیابد اعلامیهای منتشر و در سطح شهر پخش میکرد تا امت حزب الله آنها را شناسایی نماید و به کمیته تحویل دهد. بشارتی در آن زمان ضمن آن که در آن کمیته به فعالیت مشغول بود، فرمانده اطلاعات سپاه و همچنین نماینده دور اول مجلس نیز بود. این چهره کریه این آقاست. او عضو کمیسیون دفاع مجلس نیز بود که ریاستش را خامنه‌ای و نایب رئیسی آن را حسن روحانی، همین یارو کلید داره، بر عهده داشت. همین سمت ها باعث شده او تا وی به هیچ نهاد و سازمانی حتی دادگاه تأسیس انقلاب هم جوابگو نباشد و در برابر سوال هر کسی که میپرسید چرا بعد از سالها کار من اخراج و تصویه شدم، مشهور است که میگفت، دقت کن، این یارو جانیه میگفته که ما مسئول پاسختن به سوالای شما که نیستیم، که این خود شما هستی که باید پاسخ دهی که چرا تصویه شدی. بشارتی از کارمندان و
معلمان شهر آغاز کرد و با کسبه و تجار شهر که مدعی بود ساواکی هستن ادامه داد و در نهایت به بهائیان شهر جهرم و اطراف که بسیار هم زیاد بودند رسید. اولین حرکت گروه بشارتی در برخورد با بهائیان کارگری بود به نام رضا حقیقت. وی از بهائیان شهر بود که مدتی در یک نانوایی کارگری میکرد. بعدها صاحب یک پمپ بنزین که خود نیز بهائی بود او را به آنجا برد و رضا کارگر و نگهبان پمپ بنزین شد که یک شب گروه بشارتی به او حمله میکنند و ابتدا 14 چاقو به او میزنند، بعد 3 تیر به سر او شلیک میکنند و میروند. این اولین بهائی کشته شده توسط این گروه بود. اما آنها دیگر به بهائیان هم اکتفا نکردند و به زنان بدحجاب و یا خیابانی و خوانندگان و رقصهای کاباره و رستورانهای زمان قبل از انقلاب هم پرداختند و کار خود را با حمله به یکی از خوانندگان زن قبل از انقلاب جهرم آغاز کردند که به نام گلو در شهر معروف بود. آنها به صورت وی اسید پاشیدند، او را کور کردند و نقل است که این زن نابینا همچنان در شهر جهرم زنده است و سالهاست در میدان شش بهمن جهرم گدایی میکند. کمیته تصفیه یا همان گروه بشارتی از بهمن 57 تا نیمه های سال 60 جنایات بسیاری انجام داد. آنها طیف وسیع از وابستگان طاغوت، مظاهر فساد، بدحجاب ها و بیهجاب ها، بهائیان را یکی پس از دیگری شناسایی می کردند و می کشتند و جنازه های آنها را در قنات های اطراف شهر می انداختند. از همین رو بود که این گروه در بین مردم به نام گروه قنات مشهور شد. اعتراض های مردمی به این گروه نه تنها تاثیرگذار نبود بلکه بر شدت عمل آنها نیز می‌افزود. حالا چرا اصلا این داستان رو دارم تعریف میکنم؟ برای اینکه این روزا داستان آقای رفسنجانی است و رفسنجانی دوباره اومده گفته که بله ما نمیدونم عمر کشون کردیم و این کارو کردیم، داعش از توش بیرون زد. این آقای بشارتی از مشاورین نزدیک آقای رفسنجانی است. در دوره او من مدیر کل وزارت امور خارجه و اینا بود، جنایتکارانی که همشون دستشون به خون آلوده است. گروه قنات در اردیبهشت ماه سال 60 این آقای آیت اللهی که امام جمعه بود و نماینده امام بود و این جوانک ضمن تقدیر از فعالیت‌های بشارتی که به زعم او باعث رونق اسلام و کمرنگ شدن فساد و طاغوت شده است مأموریت می‌دهد تا به سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی نیز بپردازد. در حکم آیت اللهی به بشارتی آورده شده بود که آنها را تناب به گردن به مسجد بیاورید. بعد میگه چرا اینا بدن تا اسمشون چیه؟ داعشی ها. 4 تیر سال 60 گروه بشارتی فردی به نام احمد سلیمان زاکر را به اتهام اینکه به چند عضو هوادار سازمان مجاهدین خلق که بعد از وقایع 3 خرداد متواری شده بودند پناه داده را دستگیر کرده و تناب به گردن او را کشان کشان به مسجد آوردند و در برابر صف نمازگزاران از او خواستند توبه کند و الا او را همانجا حلقه آویز خواهند کرد. احمد در جلوی چشم نمازگزاران توبه کرد و اعلام کرد دیگر هیچ وقت با آن گروه همکاری نخواهد کرد و در پیش چشم ملت آزاد شد. حالا اینو شما تو این ماجرای چیز داریم میبینید دیگه، توی این جوانایی که در حقیقت گرفته بودنشون و چی انداخته بودن گردنشون، علف بهش میداد میگفت بخور، صدای بز بکن، صدای بزغاله بکن و اینا رو اونجا توی اون صحنه ها دیدیم که چه رفتاری با این هموناست، این هموناست همیشه وجود داشته. فردای اون روز 5 تیر همین حجت الاسلام حسین آیت الله 5 تیر سال 60 به مسجد جامع شهر میاد، با کوبیدن عمامه خود بر زمین فتوای قتل همه مخالفین عقیدتی و سیاسی جمهوری اسلامی را میدهد، خون آنها را مباح اعلام میکند
فردا یا آن روز جسد احمد سلیمان زاکر در یکی از قنات‌های اطراف شهر پیدا می‌شود. صبح 7 خرداد نیز یکی از هواداران سازمان فدایان خلق به نام احمد زیبارویی که معلم دبستان نیکو مقام شهر بود، هنگامی که با موتور عازم محل کارش بود با ضرب 8 گلوله مجروح به بیمارستان منتقل میشد. عصر همان روز نیز فردی به نام عظیم سرعتی از هواداران سازمان فدایان خلق توسط این گروه از خانهش بیرون کشیده شد، در مقابل چشمان مردم و خانوادهش تیرباران میشد و سپس توسط چند عضو آن گروه که به برادران رحمانیان مشهور بود، یعنی حسین و جواد و مصطفی و مسعود رحمانیان، جنازهش با ضربات پیشگوشتی و ساتور تکه تکه میشن. فردای همان روز 8 تیر نیز فرد دیگری از اعضای سازمان مجاهدین خلق به نام احمد حکیم نژاد را دستگیر و با طناب به پشت یک وانت بسته و دور شهر چرخاندن و آنقدر با سنگ و چوب بر پیکر او کوبیدن تا سرانجام جان داد. در روز 12 تیر نیز همین گروه حمید قفوری، یکی دیگر از مجاهدین را مورد ضرب و شد با سنگ و چوب و قمه قرار میدن و فرار میکنن. حمید از آن حمله جان سالم به در میبره و توسط مردم به بیمارستان منتقل میشن. اما مصطفی رحمانیان به محض اطلاع از اینکه حمید قفوری هنوز زنده و در بیمارستان بستری است، خودش را به بیمارستان میرساند و سوزن سرومی که به دست حمید بود از دستش بیرون میکشد و در چشمای او فرو میکند. در همین ایام نیز جنازه های بسیاری در اطراف شهر یکی پس از دیگری پیدا میشد، تا اینکه در 28 تیر 60 استاندار وقت اصفهان محمد نبی حبیبی، اینکه بعدا این شهردار تهران شد، این مرده شکل موش، با ارسال نامه‌ای به خمینی اعلام می‌کند فعالیت این گروه در حال تبدیل شدن به یک جنگ قومی قبیله‌ای در جهرم استان فارس است و تعدادی از خوانین قشقایی در حال تدارک اسلحه علیه این گروه است. خمینی نیز در واکنش به این نامه به منتظری دستور رسیدگی می‌دهد. منتظری نیز به همراه آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی به جهرم آمده، جلوی فعالیت این گروه را گرفتند و از آنها خواستند تا در صورت دیدن چنین مواردی آنها را فقط تحویل مقامات دهند و دستور تعطیلی آن کمیته را می‌دهند. به اشارتی باغ مذکور را تحویل سپاه پاسداران می‌دهد و خود نیز به تهران می‌رود و مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران می‌شود. پس از آن در سال 63 قائم مقام وزیر امور خارجه و در سال 72 نیز در کابینه هاشمی رفسنجانی وزیر کشور می‌گردد. وی در حال حاضر مشاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که این روزا همه دارن برایش حلوا پخش میکنه. این چهره منحوس دوباره این بشارتی است. سال 60 و با برچیده شدن گروه قنات تا اوایل دهه 70 به علت جنگ با عراق بیشتر اذهان حزب اللهی و جوانان انقلابی متوجه جنگ می‌گردد. گرچه در همین سالها گروه‌های بانام و بینام حزب اللهی در شهرها اقدام به امر معروف و نهی از منکر می‌کردند، اما خبری از اقدامات خشونت‌بار منجر به مرگ دست کم به صورت رسمی دیده نشد. با پایان جنگ و بازگشت بسیجیان و رزمندگان به شهرها، باز بازار امر به معروف داغ می شود. مطلبی رو که به عرضت می رسونم از سایت گفتنی های امیر فرشاد ابراهیمیان است، تحت عنوان شناسایی اسید پاشان در اصفهان بیفایده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده فعلی نیروی انتظامی که از جمله پاسداران سپاه که به نیروی انتظامی منتقل شده، در دهه 70 در سپاه پاسداران سمت‌های همچون معاونت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست منطقه مقاومت بسیج تهران را بر عهده داشته است. احمدی مقدم درباره حوادث سال‌های دهه 70 می‌گوید: در دهه 70 گروه‌های خودجوشی بودند که برای حذف اراذل اوباش شکل گرفتند و معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند، یعنی دوره اون یکی موسوی اردبیلی. البته این عمل قانونی نبود.
اما عده‌ای دست به کار شدند تا خودشان این افراد را اصلاح کنند. اینها معمولا منتظر اقدامات حکومت باقی نمی‌ماندند و خودشان رأساً در میدان حاضر شده و درگیر میشن. معمولا احساس تکلیف میکنن و از سر تکلیف و در حالی که احساس میکنن که حکومت در حال مسامحه هست، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد به صحنه آمد. این اظهارات بی‌سابقه و غیر منتظره سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، درباره عملکرد گروه های خودجوش در دهه 70 کاملا واضح و بدون هیچ واهمه و لکنتی است که پرده از گروه های خودجوش حزب الله برمی‌دارد. احمدی مقدم در این اظهارات معتقد است که اگر دولت و حکومت به صحنه نیاید، این حزب الله است که به تکلیفش عمل می نماید. پس دستگاه قضایی را هشدار می‌دهد که به مقابله با اراذل اوباش بپردازد، وگرنه هستند هنوز گروه هایی که خود رأساً به میدان آمده اراذل اوباش محله ها را شناسایی کنند و بگیرند و ببرند و سر به نیستشان کنند. سرتیپ احمدی مقدم البته هیچ اشاره به اینکه در این میان سر به نیست شده ها که بودند و سر به نیست کنندگان دقیقاً چه کسانی بودند نمی کنند. اما این اظهارات بی سابقه را می شود نه تنها اولین اظهار نظر یک محافظه‌کار، که اولین اظهار نظر یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی دانست که به طور مشخص درباره مهمترین و سیاه در این کارنامه امنیتی جمهوری اسلامی در دهه 70 سخن می راند. پروژه‌ای که با نام‌های مختلف در میان نیروهای امنیتی و انتظامی و نیروهای خاصی از گروه های مدافع نظام مطرح شده که انتهای همه آنها به وزارت اطلاعات مرتبط میگرد و در آنجا نیز با عنوان طرح تعدیل و پاکسازی شرارت های اجتماعی تعریف و شناخته میشه. اظهارات فرمانده پلیس ایران مهر تاییدی است بر ده ها افشاگری و مطلب خرد و درشتی که پس از وقوع قتل های زنجیره‌ای در عمده نشریات مستقل از حاکمیت منتشر میشد و قتل‌های زنجیری دگراندیشان را ادامه همان رای می‌دانستند که روزگاری سر به نیست شدن اراذل اوباش تهران و شهرهای بزرگ آغاز شد. در دهه 70 همونطوری که احمدی مقدم اشاره دارد، آمارها و تحقیقات مملو است از قتل‌های زنجیری و سریالی قتل‌های رنگارنگی. به عنوان مثال سعید حجاریان که از بانیان اصلی و مؤسسان وزارت اطلاعات است و سالها در مناصب کلیدی و ارشد آن وزارتخانه فعالیت کرده، در اولین اظهار نظرش درباره قتل‌های زنجیره‌ای در روزنامه صبح امروز 17 دی 1377 نوشت: به دور از هر گونه پیش‌داوری، وقوع این قتل‌های پی در پی را نباید بی‌رب به ماشین حذف کننده ای دانست که از سالها قبل به کار افتاده، ولی طراحان و هدایت کنندگان این ماشین یادشان رفته بود که بعد از دوم خرداد آن را خاموش کنند. در همین روزنامه بود که اکبر گنجی و عمادالدین باقی ده ها اشارات مشابه به سعید حجاریان داشتند که همگی از آن بود که طیف گسترده ای از نیروهای امنیتی تا پیش از وقوع قتل‌های زنجیره و همچنین آغاز دولت اصلاح طلب مشغول به این سر به نیست کردن‌ها بودند. همگی یادشون رفت بعدشون رو خاموش کنن. وای بر من و بر ایران. اصلی ترین انگیزه ای که مدیران امنیتی و انتظامی آن سالها را بران داشته بود که این نیروی شبه قانونی و زیرزمینی را قدرت بخشند و آنها را پار و بال دهند، آن بود که معتقد بودند این اراذل اوباش و اشرار محلی که مشکلات بسیار امنیتی و اخلاقی و اجتماعی را در کلان شهرها من جمله تهران به وجود می آورند، هیچگاه با ادله کافی و مستندات لازم به چنگ قانون نمی افتند و هر زمان هم که توسط قوه قضایی یا پلیس بازداشت می شوند یا پس از بازداشت آزاد می شوند یا در صورت ارسال پروندهشان به دادگاه به حبس‌های کوتاه مدت محکوم شده که نتیجه جز کسب تجربه های بیشتر آشنایی با گروه ها و
افراد تبهکار دیگر در زندان نداشته و مجدداً به شهر باز می‌گردند و همین اندیشه اساس تشکیل گروه‌هایی در میان بسیجیان و رزمندگان سابق جبهه‌های جنگ و نیروهای پراکنده با نام‌های مختلف حزب الله شد که خود را مکلف به اجرای بند میم وصیت‌نامه خمینی اهریمن میدانست. خمینی اهریمن در بند میم وصیت‌نامه خیش نوشته است که اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شود و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شهر حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب الله اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد. اهریمن خمینی، یعنی استاد اهریمن اون در حقیقت. البته عملیات برخورد با خلافکارا و اشرار اجتماعی همگی هیچگاه تنها به صورت زیرزمینی نبوده، چرا که از آغاز نظام اهریمن تا به امروز ده ها و صدها پرونده قضایی و امنیتی وجود داشته و دارد که در آنها بسیاری از افراد متهم به شرارت یا افساد فی الارض شدند که توسط نیروهای پلیس، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران یا حتی اعضای بسیج شناسایی و دستگیر و اعدام شدند. اما همواره ورای این اقدامات علنی و قانونی، مخصوصا با آغاز دهه 70، وزارت اطلاعات به سازماندهی گسترده طیف وسیع از نیروهای امنیتی و کارآزموده خیش و همچنین بخشهایی از نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران و فعالان شناخته شده و مطمئن در بسیج و گروه های حزب الله پرداخته تا در عملیات های فراقانونی و زیرزمینی در حاشیه امنی که برایشان فراهم گردیده بود و با استفاده از تورهای اطلاعاتی در اختیارشان اقدام به قتل به اصطلاح گندلات ها در محله های جرم قیز و آلوده تهران و شهرستان ها نماید. از تعداد آمار و کشته شدگان هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست، چرا که بسیاری از آنها هیچ خانواده و یا وابسته‌ای نداشتند که بعد از سربنیست شدنشان اقدام به پیگیری قضایی نماید و خانواده بسیار دیگری نیز از کشته شدگان اصولا اعتقاد به پیگیری قضایی نداشته. اما در بین ماموران امنیتی من جمله اظهارات مسعود صدرالاسلام فرمانده وقت اطلاعات ناجا در همایش فرماندهان اطلاعات و امنیت ناجا کوسه که در سال 79 تشکیل شد و نوار سخنرانی وی بعدها در سطح وسیعی منتشر گشت، صحبت از آماری بین 100 تا 250 مورد در کل کشور است. این قطعه گرچه با انگیزه حذف اشرار اجتماعی و چاقو و غمکشان شهری و اصطلاحاً گندلات های شهری آغاز شد، اما همین اقدام رفته رفته در میان نیروهای امنیتی نظام تبدیل به یک رویه گردید و بیشک نطفه حذف فیزیکی ناراضیان فرهنگی و سیاسی و حوادث از جنس قتل‌های پاییز 77 در همان برخوردهاست، چرا که با همان قرائت بود که حکومت منتقدان و ناراضیان خود را نیز افراد مخل امنیت دانسته و نسبت به حذف آنان از مجاری زیرزمینی اقدام نموده
و این همان ماشین حذف تروری است که سعید حجاریان در بعد از قحط‌های زنجیره‌ای گفته بود یادشان رفته بود که بعد از 2 خرداد آن را خاموشش کنند. همان زمان و در اخباری که در مطبوعات پیگیر قطع‌های زنجیره‌ای منتشر می‌شد، اخبار و افشاگری‌های از سیستم امنیتی کشور درج می‌شد که آکی از آن بود قطع‌ها فقط معطوف به دگراندیشان سیاسی نبوده و بسیاری از اراذل و اوباش و گندلات‌ها نیز توسط وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی و گاه خودجو شناسایی و کشته شده و حتی از نام تعدادی از آنها نیز پرده برداشته می‌شد. افرادی همچون ناصر سیگارودی معروف به ناصر سکسیبی کشته شده در مهر 72، جعفر خوجندی معروف به جعفر جنی کشته شده در دی 72، اسماعیل فراهانی معروف به اسی طلا مالک نمایشگاه اتوتختی کشته شده در خرداد 74، سیامک سنجری کشته شده در آبان 75. اما مشهورترین و مرموزترین سربنیز شدنهای این دهه از فروردین 76 تا خرداد 76 در تهران اتفاق افتاد. روز 13 فروردین 76 با کشف جسد زنی 54 ساله در مقابل پارک چیتگر تهران، پلیس تحقیقات جنایی خود را برای کشف ماجرای این جنایت آغاز کرد. نام این زن توان نظری بود. 3 روز بعد یعنی 16 فروردین 76 جسد سوخته زن دیگری در باغی در کرج کشف شد. پزشک قانونی علت مرگ را اصابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و سینه تشخیص داد و وقوع سوختگی را پس از قتل دانست. جسد متعلق به زنی به نام اهدیه بود. پس از آن در 31 فروردین 76 جسد سوخته زنی 43 ساله در جاده در دست اهداز فرهزاد تهران کشف شد. پزشک قانونی علت مرگ را پارگی قلب و گردن و به وسیله کارت مطرح کرد. پس از قتل سوم بود که پلیس اعلام کرد هر سه قتل با شیوهی مشابه انجام گرفته و قاتل را به احتمال زیاد یک نفر اعلام کرده و قتل‌ها را سریالی نامید. 2 روز بعد از این خبر یعنی 2 خرداد 76 جسد سوخته زنی در منطقه اوین تهران کشف شد. علت مرگ به تشخیص پزشکان اصابت ضربات چاقو به گردن و سینه بود. الهه همتی نژاد 24 ساله برای عیادت خواهرش به بیمارستانی در چمران رفته بود و شب هنگام بازگشت جان سپرد. قتل‌ها یکی پس از دیگری ادامه داشت. 8 خرداد 76 ماموران پلیس تهران جسد سوخته 2 زن را در بولوار آسیا کشف کردند. بنا به گزارش پزشکی قانونی قربانیان قبل از سوزانده شدن به قتل رسیده بودند. یکی از 2 جسد سن بیشتر داشت و با 27 ضرب چاقو به قتل رسیده بود و جسد کم سنتر خفه شده بود. اعظم ثابت نژاد به همراه دخترش منیره قهوچی قربانی این جنایت شده بود. 14 خرداد 76 جسد سوخته دختر دانشجویی در بولوار اندیشه شهر زیبا در غرب تهران کشف شد. دستا و پاهای قربانی بسته شده بود و علت مرگ سوختگی بود. مقتول پرند پرچمی دانشجوی سال 5 دندان پزشکی دانشگاه همدان بود. 30 خرداد 76 جسد سوزانده شده زنی 55 ساله در بزرگراهی در دست احداث واقع در غرب تهران کشف. این قربانی قدم خیر جهانفر نام داشت. مطبوعات نام قاتل را خفاش شب گذاشته بودند، چرا که او با پوشیدن لباس سیاه و سرقت یک خودرو اقدام به خودکشی میکرد. او پس از سوار کردن دختران جوان و زنان آنان را به محل خلوتی میکشان و پس از سرقت وسایلشان و آزار آنان
تومه های خود را به قد رسانده و سپس اجساد آنها را در محل خلوتی می سوزند. مقتولان همه زن بودند. در میانشان زنان خیابانی، دانشجو و بدحجاب دیده می شود. با توجه به اینکه اغلب مقتولان مورد اذیت و آزار جنسی پیش و پس از قتل قرار گرفته بودند و اموالشان نیز به سرقت رفته بود، کمتر کسی انگیزه مذهبی یا نهی از منکر را متصور می شود تا اینکه نهایتاً خفاش شب دستگیر شد. این مادر یکی از این بیچاره مقتولا و کشته شده هاست در مواجهه با خسرو خوشرو در دادگاه. غلام رضا خوشرو کوران کردیه معروف به خفاش شب، ساعت 22 روز 5 تیر 76 به صورت کاملا اتفاقی به دست بسیجیان پایگاه شهید نظری ناحیه 10 سپاه ناحیه غرب تهران در منطقه پونک دستگیر شده و پس از آن که به آگاهی غرب تهران منتقل و راز قتل‌های دختران و زنان جوان را فاش کرد، اکنون معلوم شده بود که وی به صورتی عجیب و مرموز یک بار در سال 71 دستگیر شده اما از چنگ ماموران گریخته و هیچ پرونده‌ای نیز برای تحت پیگرد بودن وی تشکیل نشده. او پس از دستگیری به 9 فقره متهم به 9 فقره قتل کرد، اما وی در تمام دوران دادگاه با خونسردی کامل اعلام میکرد که بیگناه است و تنها به یک مورد سرقت ماشین و تقسیم اموال مسروقه اقرار کرد و در تمامی قتل‌ها را کار شخصی به نام حمید رسولی میداند. خوشرو در نهایت 22 مرداد 76 پای چوبه دارد، در حالی که روی کاغذ نوشته شده بود به هیچ کس بدهکار نیستم، از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم. در شرایطی که 214 ضربه شلاق خورده بود به دار آویخته شد تا اینکه کمتر از یک سال بعد در پاییز 77 قتل‌های زنجیره‌ای به بوقو پیوست و محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و پروانه اسکندری و داریوش فروهر به قتل رسید. این قتل‌ها که با صدور فتوا توسط روحانیون بلندپایه و توسط کارکنان وزارت اطلاعات انجام گرفته بود، نهایتاً دادگاهش پس از توقیف مطبوعات در بهار 79 و بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد. در این بین نام یکی از متهمان که به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای 2 فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه اسکندری به حبس ابد محکوم شده بود آشنا به نظر می‌رسید. متهم حمید رسولی نام داشت، همونی که اون بابا خفاش شب ازش نام برد که اینا را حمید رسولی می‌کشت. اما در پایان دهه 70 یکی از مشهورترین سربه نیست کردن ها در شهر مشهد اتفاق افتاد. از مرداد 79 تا مرداد 80 بنا به آمار رسمی 16 تن از زنان مشهد و بنا به آمار غیر رسمی 24 تن یکی پس از دیگری به قتل می‌رسند و زنهایشان و جنازه هایشان در حوالی شهر یا پارک‌ها رها می‌شد. اولین مقتول این قتل‌ها زنی بود 30 ساله به نام افسانه کریمپور که جنازه‌اش 7 مرداد 79 در ابتدای اتوبان گرگان پیدا شد. پس از آن 10 مرداد جنازه زنی به نام لیلا آشفته در حالی که خفه شده بود در زیر بوته‌زارهای گوجه فرنگی در حوالی جاده خین عرب مشهد پیدا شد. یک روز بعد نیز 11 مرداد 79 در محله سجاد شهر مشهد جسد زنی به نام فریبا رحیم‌پور
در یک گونی زرد رنگ کشف شد، او هم خفه شده بود. پس از این سه قتل مشابه بود که مطبوعات متوجه این قتل‌های سریالی شدند و در نشریات از قتل‌های به نام قتل‌های عنکبوتی یاد کردند. با این توجه شش ماه از قتل‌ها خبری نبود و بسیاری آن را تمام شده می‌دانستند، تا اینکه 3 دی 79 کمی بالاتر از شرکت ایران خودروی مشهد چادر مشکی که جسد زنی در آن پیچیده شده بود کشف کرد. این زن معصومه نام داشت. چندی بعد نیز در 16 بهمن 79 باز هم در روبروی ایران خودرو جسد زنی پیچیده در چادر کشف شد. نام این زن سارا رحمانی، 27 ساله بود. قتلا یکی پس از دیگری انجام شد. 29 بهمن 79 جسد زنی 45 ساله به نام اعظم عبدی در حالی که خفه شده بود در حوالی جاده خین عرب مشهد کشف شد. خانواده اعظم عبدی حتی توان پرداخت هزینه کفن و دفن او را هم نداشت. 19 اسفند 79 جسد زن 50 ساله به نام سکینه کیانزاده در شمال شرقی مشهد کشف شد. جسد این زن نیز در چادری سیاه پیچیده شد. 23 اسفند 79 جسد زنی دیگری به نام خدیجه کامل قصری که با روسری خفه شده بود در روستای دوست‌آباد حوالی مشهد کشف شد. 12 فروردین 80 در حاشیه جاده قوشچان مشهد در جوار میدان شهید فهمیده و جاده خین عرب مشهد جنازه زنی پیچیده در چادر مشکی کشف شد. این زن مرضیه سعادتیان، 35 ساله و مجرد. 14 فروردین 80 جسد مریم 35 ساله در حالی که خفه شده بود در چادری پیچیده شده بود کشف کرد. 15 فروردین 80 جسد توبا جشن‌آبادی، 35 ساله و مجرد، در چادری پیچیده شده بود کشف. 24 فروردین 80 عذرا حاجی‌زاده، 31 ساله، خفه شده بود. جسد در خیابان خیام شمالی مشهد کشف. 3 تیر 80 جسد مریم بیگی، 28 ساله، در بولوار شهید موسوی مشهد و همچنین اجساد شیوا و زهرا نیز در تقاطعی در همان نزدیکی کشف شد. هر سه آنها خفه شده بودند. 11 تیر 80 جسد لیلا 20 ساله که خفه شده بود در مشهد پیدا شد. 24 تیر 80 جسد محبوبه الهی 18 ساله در جاده قدیم قوچان کشف. نهایتاً پس از گذشت 1 سال در مرداد 80 جنازه زهرا صدخسروی سیاسه‌ساله در نزدیکی خیابان تبرسی مشهد در کنار بشکه‌های زباله پیچیده شده در گونی کش شد و چند هفته بعد از آن پلیس و مراجع قضایی اعلام کردند قاتل قتل‌های سریالی زنان مشهدی به دام افتاده. قاتل که ابتدا خود را بسیجی معرفی کرد و برای اثبات حرف‌های خود کارت عضویت بسیج را نیز ارائه کرد، در دادگاه بعد بسیجی بودن خود را تکذیب، سپس کارت بسیجی خود را جعلی اعلام کرد، اما در صحن علنی دادگاه اعلام کرد که با انگیزه مقدس و دینی و برای پاکسازی جامعه از فساد اقدام به قتل آنان نمود. حجت الاسلام منصوری، رئیس شعبه ویژه قتل دادگستری مشهد، ضمن اعلام اینکه با توجه به اینکه مقتولان زنان خیابانی بودند و بسیاری از خانواده‌هایشان حتی اقدام به طرح شکایت هم نکردند، اعلام کرد برای شناسایی و دستگیری قاتل پلیس و گاهی مأموران اطلاعات کار گسترده‌ای انجام دادند. هر فرضیه مطرح می‌شد تحت پیگرد تخصصی قرار می‌گرفت. بررسی گروه‌های مذهبی که در مشهد فعالیت دارند، بررسی سوابق زندانیان سابقه دار که در 6 ماه وقفه این جنایت در زندان به سر می بردن، بررسی اثرهای به جا مانده از عامل جنایت، بررسی انگیزه های انتقام جوی غیره، همگی وقت زیاد و نیروی زیادی را طلب می کرد. بعد از اینکه تمامی جوانب بررسی شد و مسئولان قضایی و پلیسی پی بردن عامل جنایت با انگیزه های جدید تحت عنوان اجتماعی دست به این قتل ها می زند،
یک ترفند مطرح شد و آن جمع‌آوری زنان خیابانی و اجیر کردن آنان بود. وی در ادامه افزود بود 150 زن ولگرد و با سابقه شناسایی شد و تحت نظر گرفته شدند و به تعدادی از آنها آموزش داده شد تا اینکه این ترفند جواب داد و یکی از تومه‌ها موفق به ردیابی شکارچی زنان خیابانی مشهد شد. این در حالی بود که در شهر مشهد و تعدادی از مطبوعات محلی عنوان می‌شد که متهم در یکی از هیئت‌های مذهبی شناسایی و بازداشت شده. در بعد از بازداشت سعید حنایی، برخی از روزنامه‌های متعلق به جناح راز ضمن هشدار شیوع فساد در جامعه و شماتت مسئولان در بی‌توجهی به پدیده فحشا در جامعه، اقدام سعید حنایی ها را علناً ستوده و البته کار فقط به نگارش ختم نشد و پس از اعدام سعید حنایی، انصار حزب الله مشهد برای سعید حنایی مجلس ترحیم گرفت و بسیاری از چهره‌های سرشناس و به نام انصار حزب الله نیز در آن مجلس شرکت جستند. نشریه ندای ولایت مشهد، ارگان انصار حزب الله مشهد، در همان زمان در تیتر اولش از سعید حنایی به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر نام بود. قطعه‌های زنجیره‌ای آذر 77 و همچنین ترور سعید عجاریان در اسفند 78 معروفتر از آن است که با آن پرداخته شد و در گفتنی ها نیز بسیار از آن گفتم، اما آغاز دهه 80 نیز شروع قطعه‌های زنجیره‌ای دیگر. مطلبی است از امیر فرشاد ابراهیمی در سایت گفتنی ها پیرامون این که دنبال این نگرد، این اسید پاشا رو هیچ کاری بهشون نخواهند کرد، حواست به این بازی باشه. شهریور 81 6 بسیجی عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید علی اصغر مولا در محله ارگ کرمان که همگی متولد سالهای 60 و 62 بودند، آنطور که بعدها در اعترافهایشان میگویند دلشان از دیدن فساد حاکم بر شهر خون شده بود، با هم همقسم میشوند تا فساد و منکرات را در شهر ریشه‌کن کنند. آنها گرچه همگی بسیجی بودند، اما جایگاهشان از یک بسیجی عادی بالاتر بود. در میانشان پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر کرمان هم بود و یکیشان هم پسر خواهر فرمانده بسیج استان سیستان و بلوچستان بود، همانی که فرمانده پایگاه مقاومت بود و به خاطر همین روابط فامیلی و سمت دوران خدمت را به صورت نیمه و در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان راننده سرهنگ مدنی فرمانده آن مرکز بوده و یکی دیگر نیز به خاطر آنکه بسیجی بوده در دفتر فرمانده نیروی انتظامی کرمان منشی فرمانده بوده. وضعیت خاص آن پایگاه مقاومت به شکلی بود که در آن پایگاه تجهیزات نظامی و انتظامی بیشماری موجود و حتی تعدادی سرباز وظیفه نیز در اختیار آن پایگاه گذاشته شده بود که یکی از آن سربازان نامش در میان متهمان نیز دیده می شود، محمد حمزه مصطفی. برای شروع محمد حمزه مصطفی پیشنهاد می دهد که سخنرانی های مصباح یزدی را در محرم سال 80 گوش کنه. مصباح یزدی، یکی دیگه از این آیت اهریمن ها، در بخشی از سخنرانی خود در شب دهم محرم گفته بود همانطور که بدن ما احتیاج دارد که مواد ناف را جذب کند، احتیاج داریم که سموم را هم دفع کنیم. اگر کلیه درست کار نکند، اگر روده ها درست کار نکند، مواد سمی از بدن خارج نشود، آدم مسموم می شود و می میرد. سم را هم باید دفع کرد، جاذبه همه جا به درد نمی خورد، با دشمن باید دشمنی کرد. مصطفی بعدها در دادگاه گفت که آیت شیطان مصباح در اظهارات خودشان فرمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی دارای سه مرحله. در مرحله اول با فردی که فساد و جرم مشهودی را در سطح جامعه انجام می دهد برخورد نمودید، با نهی شدید و امر به کار گذاشتن امر فردا از عمل خود باز دارید. در مرحله بعد اگر مجدداً ارتکاب به این جرم را مشاهده کردید، این بار فرد را دستگیر کرده به مراجع قضایی تحویل دهید.
در مرحله سوم اگر باز هم تحت هر عنوان این فرد از دست مسئولان قضایی رها شد و باز هم به عمل قبلی خود روی آورد، این فرد دیگر اصلاح شدنی نیست و خون او مباح بوده و این فرد محدور الدم است و کشنده این فرد مجاهد فی سبیل الله است. آنها با همین اعتقاد کار کشتن 5 نفر از شهروندان کرمان را آغاز میکنند. محمد حمزه مصطفی متولد 60 فرمانده پایگاه بسیج شهید مولا از نسل بسیجیان بعد از جنگ است. او در سال 72 به عضویت بسیج در می آید و در سال 74 به اردوهای آموزش عقیدتی تر ولایت می آید. این تر از طرف نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران با همکاری مؤسسه امام خمینی متعلق به مصباح یزدی برگزار می شود که در خلال آن اساتید اون مؤسسه برای بسیجیان در مورد امر به معروف و نهی از منکر و پالایش عقیدتی دروسی طرح میکنه و در پایان هر دوره نیز مصباح یزدی برای آنها سخنرانی می نماید. مصطفی پس از طی این دوره به عنوان بسیجی ویژه و ناصح امر به معروف و نهی از منکر فرمانده پایگاه می گردد و تحت تأثیر همین دوره بود که خود در اعترافاتش می نویسد تصمیم داشتیم که با تهاجم فرنگی و فساد و فحشا و بیبندباری مبارزه کرده و آن را ریشه کن کنیم. محمد حمزه مصطفی، اینا تصاویری که میبینی در حقیقه متهمان قتلای محفدی کرمان هستن. محمد حمزه مصطفی در مورد جزئیات اولین قتل که در 22 شهریور 81 انجام گرفته می نویسد مسیب، یعنی مسیب افشاری 20 ساله مشغول مشروب فروشی در میدان ارگ با دیدن بچه های پایگاه پا به فرار گذاشت. اون رو دستگیر کردیم و به پایگاه آوردیم، از اون بازجویی کردیم، اعتراف نکرد که مشروب فروش است. استخاره کردیم اون را بکشیم، خوب آمد. سلیمان گردن اون را فشار داد، من دست و پایش را گرفتم، محمد هم کمک کرد اما موفق نشد. من گفتم مسجد جای امن خدا، ببرین بیرون و او را شب در دستشوی پایگان نگه می دارن. و فردای آن روز مسیب را به هفت باغ کرمان بردن، با دستان بسته در یک گودال 1 متری گذاشتن، سپس سنگ بزرگی را به سمت او پرتاب کرد. مصطفی گفته بود که چگونه چندین بار سنگ را بر سر وی کوفته و سپس با کمک همراهانش به روی و خاک ریختن. او در ادامه اعترافاتش نوشته است به طرف کرمان حرکت کردیم، در تکه فاطمیه زیارت عاشورا خواندیم و به خانه رفتیم، اما وقتی قاتلان شناسایی و بازداشت شدن مشخص شد، مسیب تنها سیگار و نوار فروش دور گرد میدان ارگ بود. جسد مسیب 2 سال بعد در بیابانهای اطراف کرمان با نشانی قاتلان کشف شد و نهایتا خانواده وی با دریافت 18 میلیون تومان رضایت خود را از قاتلان پرونده اعلام کرد. پس از قتل مسیب گروه مصممتر می شود. ظاهرا آنها تصمیم گرفته بودند تا هفته 1 نفر را از صحنه روزگار محو کنند تا چهره کرمان اصلاح می شود. 1 هفته بعد 29 شهریور 81 محمد حمزه به گروه می گوید که فردی را شناسایی کرده که جوانی است 20 ساله به نام محسن کمالی. محمد حمزه به او میگوید، به گروه میگوید او فروشنده مواد مخدر است. چنگیز سالاری یکی دیگر از اعضای گروه قتل محمد حمزه است. او ماجرای دومین قتل را چنین توضیح میدهد: من 8 سال خادم مسجد غلام علی بودم و در پایگاه بسیج مسجد به نام پایگاه مولا فعالیت داشتم. 29 شهریور سال 80 3 نفر از پچه های پایگاه دنبالم آمدند. محمد حمزه مصطفی فرمانده پایگاه گفت برویم 1 نفر را که در کار خلاف عرق فروشی و مواد هست بازداشت کنیم. با خودروی پیکان علی ملکی از پایگاه خارج شدیم و به باغ پسته رفتیم. در آنجا یه تلمبه آب، ما 4 نفر پیاده شدیم، محسن را به کنار حوض آب بردیم، محمد حمزه او را داخل آب انداخت.
و ما هم وارد آب شدیم. حمزه با پای راستش گردنش را زیر آب نگه داشت، ما هم بدنش را 20 دقیقه نگه داشتیم تا دست و پا زدنش تمام شد. بعد او را به جاده ماهان بردیم، کنار همان جایی که مسیب را انداخته بودیم انداختیم و رویش کمی خاک ریختیم و بعد من به خانه رفتم. جنازه محسن نیز 2 سال بعد کشف شد. البته در مسیر تحقیقات دادگاه هرگز اتهام فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی مقتول محسن کمالی ثابت نشد و مشخص کردید وی با موتور برای دکه های مطبوعاتی روزنامه می برد. 2 سال بعد از دستگیری قاتلان و برگزاری دادگاه، خانواده محسن کمالی نیز با دریافت 18 میلیون تومان دیه رضایت خود را از قاتلان اعلام کرد. بعد از دومین قتل ظاهرا گروه جسارت بیشتری یافته و به عملیات خود شتاب بیشتری بخشیده. آنها 2 روز بعد 31 شهریور 80 به سراغ سومین قربانی خود می رفت. قربانی این بار زن است، جمیله امیر اسماعیلی 28 ساله متأهل. محمد حمزه مصطفی در اعترافاتش در مورد قتل جمیله امیر سلیمانی نوشته است: به نام زهرا او را می شناختیم، مسئول خانه های فساد بود، دختران فراری را پناه می داد، او را به باغ پسته بردیم، علی ملکی روی کمرش نشست، من هم تنش را زیر آب بردم، بعد او را در صندوق عقب انداخته به جاده ماهان بردیم، چون زن بود او را در گلدار دیگری انداختیم و کمی خاک روی او ریختیم. محمد یا عباسی 21 ساله کارمند اداره جهاد سازندگی کرمان، او مسئول عملیات پایگاه مولار که محمد حمزه مصطفی فرماندهش. یا عباسی صراحتاً در باجویش میگوید: چون آقای مصطفی گفت این کار را باید بکنید، ما این کار را کردیم، خدا ما را ببخشد. یا عباسی معتقد است حمزه فرمانده او بوده و به او دستور سازمانی داده و اطاعت کرده. او در تمام دوران باجوی دادگاه خود را بیگناه میداند و مشارکتش در قتل را یک ماموریت میداند. وکیل یا عباسی نیز همین اعتقاد را دارد. محسن عامری وکیل مدافع یا عباسی در دادگاه گفته است: همه کارهای اعضای پایگاه منفی نبوده و فعالیت‌های مثبت و قابل تقدیر زیادی داشته و همه ساکنان محله به آن واقف هستند. همچنین امکاناتی از قبیل اتومبیل، سرباز، دستبند و بیسیم که توسط مقام‌های مافوق در اختیار آنها قرار داشته، همه تأییدی بر قانونی بودن پایگاه است. وی در ادامه افزوده است: عادلانه نیست وقتی کارگزار یا مأموری از حکومت اسلامی خارج از حیطه اختیارش و با این تصور که به وظیفه شرعی خود عمل میکند مرتکب جرمی گردد، منکر سایر کارهای مثبت و حتی ارتباط او با حکومت نظام میشند. آیا این عمل پشیمانی در پی نخواهد داشت؟ آیا این روش را حکم خدا میدانیم؟ محمد یا عباسی ماجرای قتل را اینگونه شرح میدهد: آقای مصطفی شب زنگ زد خانه ما، گفت بلند شو بیا خانه یکی از دوستان، آدرس رو نمیدونستم، آدرس دار، گفت فوراً بیا ماشین رو هم بیا و من رفتم دنبال علی ملکی. رفتیم اونجا دیدم که به آن زن دستبند زدن. حمزه گفت او را به داخل ماشین ببرید تا ساعت 12 شب. همینطور داخل شهر میچرخیدیم. حمزه گفت که باید او را به سر تلمبه یا همون حوض ببریم. گفتم حمزه این زن است، چرا؟ گفت نه استخاره خوبه. به باغ پسته رفتیم. حمزه زن را پایین آورد. من گفتم حمزه این زنه، من دست به او نمیزنم. گفت باشه تو مراقب اطراف باش. دیدم که حمزه او را داخل آب انداخت و علی ملکی هم داخل آب بود و او را گرفت. بعدها نه تنها در خلال دادگاه اتهام فاسد بودن مقتول ثابت نشد، بلکه جنازه وی نیز پیدا نشد. سازمان پزشکانی استان کرمان در گزارش‌های کشف جسد نوشته است که تنها بخشی از استخوان پای جمیله امیر سلیمانی را کشف کرده و جسد توسط حیوانات وحشی خورده شده. پرونده سومین قتل مقتول نیز نهایتاً در سال 83 یعنی 2 سال پس از وقوع قتل مختومه شد و خانواده جمیله با دریافت 18 میلیون تومان دیه از شکایت خود گذشت کرد. بعد از سومین قتل است که حالا خبر سربنیز شدن تعدادی از کرمانی‌ها به مطبوعات هم درس پیدا کرده.
روایت ها متفاوت است. در بعضی از مطبوعات محلی و سراسری خبر از ناپدید شدن بیشتر از 3 نفر می دهد. حال نیروهای امنیتی و پلیس شهر هم به دنبال قاتل یا قاتلان هستند. شاید همین اخبار یا تحقیقات است که گروه کمی کمکارتر می شود. حمزه در اعترافاتش به این مسئول نیز اشاره می کند و می نویسد از سپاه ناحیه به ما گفته بودند در مورد شایعه ناپدید شدن و کشته شدنشان تحقیق کنید. قاتلان خود مأمور بررسی تحقیق و پرونده مقتولان شده بود. اما همه اینها باعث نمی شود تا آنها از کار خود دست بکشند. با گذشت نزدیک به 1 ماه از 3 قتل گروه 28 آبان 81 در حالی که مشغول عملیات ایسبازسی بسیج بودن جلوی خودروی پژو 405 سفید رنگی را میگیرند که در آن یک پسر و دختری نشسته بود. محمد رضا نژاد ملایری 28 ساله و شهره نیکپور 29 ساله پس از چک کردن مدارکشان محمد حمزه مصطفی به بسیجیان پایگاه شهید مولا که در محل حاضر بودن میگویند اینها رابطه نامشروع دارند و در کار توزیع مشروبات الکلی هستند. اگرچه آن روز محمد حمزه مصطفی به بسیجیان پایگاه تحت فرمانش با قطعیت میگوید اینها رابطه نامشروع دارند و در کار توزیع مشروبات الکلی هستند، اما بعدها در اعترافاتش می نویسند ما نمی دانستیم که چه کار کنیم. آیا اینها همان مشروب فروش های عمده هستند یا نه؟ استخاره کردیم برای آقای ملایری خوب آمد. در استخاره آمده بود که ما همواره بر اعمال شما ناظر هستیم و پاداش و اجر شما را خواهیم داد و بدکاران را به مرگ زودرس خواهیم رساند. شما را تا پای آتش می بریم ولی آتش را برایتان گلستان می کنیم. بعد از این استخاره تصمیم گرفتیم آن دو را بکشیم. محمد سلطانی 19 ساله سرباز قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر سید شهدا، سربازی که در روز قتل تحت فرمان محمد حمزه بوده، او در اعترافاتش میگوید به حمزه گفتم کشتن آنها در حیطه وظایف ما نیست، ولی او اصرار کرد، گفت خودت استخاره کن. با تسبیح استخاره کردم، عدد 6 آمد، یعنی هر کاری داری با سرعت با انجام بده که رضایت خدا در آن است. این چنین است که با آن استخاره های خوب بسیجیان محمد رضا نژاد ملایری و شهره نیکپور را به همان قتلگاه همیشگی یعنی باغ پسته میبرند و پس از خفه کردن در آب اجسادشان را در صندوق عقب پژو میگذارند. محمد حمزه مصطفی میگوید اتومبیل را به خانه خودمان آورد. پدر و مادرم به حج رفته بودند و رفت آمدی به منزل ما نمیشد. محمد سلطانی در گوشه دیگری از اعترافاتش میگوید فردا حمزه زنگ زد که بیا تا جنازه ها را جای بیاندازیم. دوباره استخاره کرد. بسیار خوب آمد. با او رفتم جنازه را در جاده چوپاری انداختیم. بعد به تکیه فاطمیه رفتیم، زیارت عاشورا خواندیم و بسیار گریه کردیم. 2 روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان پژوی را در زنگی‌آباد پیدا می‌کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن با آتش کشیده شد، به طوری که موتور آن هم ذوب شده. از همین رو شماره آن را نمی‌توانند بیابند. اما با جستجو در اطراف خود و در کنار جاده چوپاری کرمان تکه‌هایی از جسدی را پیدا می‌کنند که ظاهراً توسط حیوانات وحشی از هم دریده شده. با جستجوی بیشتر خود جسد را می‌یابند که در گزارش پزشکی قانونی کرمان درباره‌اش توضیح داده شده. مردی حدود 30 ساله به پشت افتاده، قسمت بالای تنه از شکم و احشام داخل شکم توسط حیوانات وحشی خورده شده. با تحقیقات بعدی مشخص می شود جسد متعلق به محمد رضا نژاد ملایری در چند کیلومتر دیگر نیست تکه های از جسد دیگری می آورد که مشخص می شود متعلق است به شهره. مادر شهره از روی تکه های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند. آن دو مقتول
نامزد یک دیگر بودن و قرار بوده تا ماه دیگر عروسی نماید. و اون روز عازم دیدن خانه‌ای بودن که قصد خریدشون بود. پس از شناسایی اجساد، قاضی کشیش وقت ماموران اداره آگاهی را موظف کرد تا تحقیقات گسترده‌ای را برای پیدا کردن عاملان جنایت آغاز کند. در جریان تحقیقات ماموران متوجه می‌شوند محمد رضا یک دستگاه تلفن همراه داشته که به سرقت رفته. با بررسی تماس‌هایی که با تلفن محمد رضا گرفته شده بود مشخص شد پس از ناپدید شدن زوج جوان چند بار از این تلفن با شخصی به نام هادی تماس گرفته شده. هادی 1، این شخص به اداره آگاهی احضار می شود اما چون فاقد سابقه بود از رفتن نزد ماموران خودداری می کند. اما چند روز بعد خانواده‌اش را در اختیار ماموران قرار داده. وی در جریان بازجویان می گوید محمد رضا و شوره را نمی شناسم و هیچ تماسی با آنها نگرفتم. اما اواخر ماه رمضان زنی با تلفن همراه من تماس گرفت و برای یه پارتی از من مشروب کرد. من هم برای آشنایی با او در پارک نشاط قرار گذاشتم و وقتی با آنجا رفتم 5 بسیجی من را دستگیر کردند. آنها ابتدا من را کتک زدند، بعد به دستان دستمن زدند، داخلی ماشین پیکان انداختند، ساعتی بعد من را به خانه بردند، از من بازجویی کردند. بعد 24 ساعت هم من توانستم از آن خانه فرار کنم. ماموران در ادامه تحقیقات متوجه میشن تلفن همراه محمد رضا دست افرادی قرار دارد و همچنان فعال است. لذا با صدور نیابت به دادگستری تهران فهرسته تمام مکالمات تلفنی محمد رضا از مرکز مخابرات درخواست شده و ضمناً موبایل دیگر مفقود شدگان را نیز کنترل می‌کند. از جمله موبایل جمیله امیر اسماعیلی را و متوجه می‌شوند که موبایل جمیله نیز همچنان فعال است و در تمامی مکالمات رد یک فرد ثابت وجود دارد و این چنین به محمد حمزه مصطفوی می‌رسد. با به دست آمدن این سرنخ‌ها در تاریخ 10 اسفند 81 محمد حمزه به دادگاه احضار می شود. اما ارتکاب به قتل را قیافه منحوسش رو ببین اما ارتکاب قتل را انکار کرده و میگوید هیچ ارتباطی با قتل محمد رضا و شوره نداشت. اما انگامی که با دلایل قوی ماموران روبرو شد لب به اعتراف میگشاید و اقرار میکند که با همدستی محمد سلطانی و محمد یا عباسی این زوج را به قتل رساندند. هنگامی که ماموران قصد داشتند برای دستگیری محمد سلطانی یا محمد یا عباسی اقدام کنند حمزه با ترفندی خاص ماموران را گمراه میکند. میگوید اگر من با آنان صحبت کند راحت‌تر تسلیم می‌شود. بگذارید من جلو بروم. او پس از رفتن نزد دو اندسش با آنان می‌فهماند که فقط در مورد قتل محمد رضا و شوره صحبت کند. ماموران در ادامه تحقیقات خود متوجه می‌شوند فرد دیگری به نام علی ملکی نیز با این گروه همکاری داشته. او را هم بازداشت می‌کند. علی در جریان بازجویی‌ها به تصور اینکه همدستانش همه چیز را به پلیس گفتند به قتل آن 5 نفر اعتراف می‌کند و می‌گوید به جز محمد رضا و شهره، مسید، جمیله و محسن را هم به قتل رساند. در اینجاست که محمد حمزه مصطفوی متهم ردیف اول نیز معترف می شود که ما این 5 نفر را با انگیزه پاک کردن جامعه از فساد به قتل رساند. این چهره منفور یعنی محمد حمزه مصطفوی. در بعد از این اعترافات بود که سردار جورکش فرمانده وقت نیروی انتظامی کرمان رسما اعلام کرد چند بسیجی به اتهام قتل‌های محفلی در کرمان بازداشت شد. به دنبال اظهارات سردار جورکش مطبوعات و رسانه‌ها خبر را پوشش وسیعی داد. اما همچنان قوه قضایی از بیان ماوقع پرونده سر باز می‌زد و حتی بسیجی بودن یعنی اظهارات سردار جورکش را تکذیب می‌نمود. پس از آن
سرتیب محمد رضای جورکش بر حظ بر اظهارات خود اصرار می نماید و غلام حسین ایدری رئیس وقت دادگستری کرمان را به مناظره فرا می خواند. اما بلافاصله از سوی سرتیب محمد باقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی از سمت فرماندهی نیروی انتظامی کرمان برکنار می شود. با رسانه‌ای شدن خبر قتل محفلی کرمان، مقام های قضایی ناگزیر در سال 82 طی دادگاه غیرعلنی 6 عضو پایگاه علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقا غلامعلی بازار کرمان را به عنوان عاملان قتل‌های محفلی کرمان معرفی و محاکمه کردند. من وقتی اسم قالیباف میاد یادمون عینک ریبن و که رضا شاه ایران است اینا، که این آدم ها تو خارج کشور میگفتن این رضا شاه است، باید به این رأی بدیم، به رضا شاه. حمایت ها از قاتلان محفلی کرمان چنان پررنگ بود که غلام حسین ایدری رئیس وقت دادگستری کرمان پیش از برگزاری نخستین دادگاه این پرونده، در حالی که 5 شاکی خصوصی پیگیر پرونده بودند، در نامه ای از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه کسب تکلیف میکنند که دادگاه برگزار بشود یا خیر. استقلال رو میبینی چقدر مستقله. و اگرچه شاهرودی در پاسخ به غلام حسین ایدری می نویسد با قاطعیت پیگیری فرمایید جهت بررسی نقش و مداخله سایر اشخاص احتمالی در ارتکاب جنایت و کشف نفس الامر قضیه و اینکه متهمان خودسرانه رأساً مرتکب قتل گردیدن یا اینکه فرد یا افرادی به عنوان عامل در قضیه مدخلیتی داشتند یا خیر، اما نتیجه تا به امروز به گونه دیگری است. مهمترین کارشکنی قوه قضاییه آنجاست که از زمستان 80 تا پاییز 80 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان صورت گرفت که بسیاری از مطبوعات حتی اداره آگاهی معتقد بودند که احتمالش می رود که آنها نیز کار همین گروه باشند، که همچون روزهای ابتدایی تحقیقات آنها از بیانش سر باز می زند. اما قوه قضایی پرونده را از نیروی انتظامی تحویل گرفته و خاتمه تحقیقات را اعلام می نماید. اکنون 12 سال از قتل‌های محفلی کرمان می گذرد. 5 قتل به دست 6 قاتل انجام گرفت: محمد حمزه مصطفی، علی ملکی، سلیمان جهانشاهی، محمد یا عباسی، محمد سلطانی و چنگیز سالاری. این افراد در چندین مرحله در دادگاه استان کرمان به اعدام محکوم شدند و احکامشان به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما با هر بار اجرا به دیوان آنها توانستند رضایت یکی از خانواده‌های مقتولان را بگیرند و پرونده مجدداً به دادگاه استان ارجاع شد و حکم اعدامشان لغو گردید، تا اینکه نهایتاً در سال 92 4 نفر از متهمان این پرونده حکم نهایی اعدام را از دیوان عالی کشور دریافت کرد و حکم جهت اجرا ابلاغ کرد. اکنون از آن 5 قتل تنها اولیای دم شوره نیکپور و محمد رضا نژاد ملایری همچنان اصرار بر اجرای عدالت دارند. آنها معتقدند ما خانواده ها بر این باوریم که این پرونده، یعنی پرونده قتل مرحوم برادر و نامزدش نیست، بلکه این پرونده متعلق به عامه مردم است، باید به نتیجه برسد تا کسان دیگری فکر و خیال این حرکات را در ذهنشان نپرورند. با وجود احکام اعدام برای قاتلان در اقدامی عجیب، متهمان یکی پس از دیگری با تودیع وثیقه‌های بین 50 تا 200 میلیون تومان از زندان آزاد میشن. اولین آزادی، آزادی متهم ردیف اول یعنی همین چهره منحوس محمد حمزه مصطفی بود که در آخرین ساعات سال 84 به قید وثیقه 200 میلیون تومان از زندان آزاد شد. وکیل خانواده قربانیان نعمت احمدی درباره آزادی متهمان میگوید: میدانیم که 6 جوان ناآگاه کرمانی بر اثر تلقیناتی که بهشان شده بود در پی شنیدن سخنرانی افرادی که بیشتر دنبال خشونت میگردند
5 شهروند مظلوم کرمانی را به هیچ گناهی کشته بودند. در طول این 4 سال که پرونده در جریان بود به هر ترتیب بود، با توجه به نفوذی که داشتند و ضعفی که خانواده های مقتولان داشتند، از 3 نفر رضایت گرفتند. سردسته تیم آقای حمزه مصطفی که تشکیل دهنده این بام بود و مسئول آن پایگاه غیرقانونی بسیج مسجد آقا علی، به ظرافتی از زیر بار اتهام 2 مقتولی که باقی مانده اند و خانواده هاشان رضایت ندادند، به نوعی فرار کرد و متأسفانه در آخرین ساعات اداری حوزه دادگاه قرار ایشان را که بازداشت موقت بود تبدیل به وثیقه 200 میلیون تومانی کرد و بدترین ایدی را به مردم کرمان به قضا و عدالت داد. حمزه مصطفی که تشکیل دهنده این گروه است، حداقل مجازاتش باید برابر قوانین ایران قصاص بود، ولی ایشان به 10 سال زندان محکوم شده بود. چنگیز سالوی به 6 سال زندان محکوم شد. متاسفانه قرار بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه شده و چون از تمکن بالایی برخوردارند، همان لحظات پایانی ظاهراً وثیقه دادن و حمزه مصطفی الان آزاد است. از سال 84 تا سال 92 متهمان همگی آزاد بودند، تا اینکه پس از گذشت 11 سال و برای بار چهارم پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده میشن و حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به قتل‌های محفلی کرمان تایید میگردد و متهمان که همه آزاد بودن بازداشت میشن، اما اجرای حکم همچنان معلق میماند و به اجرای احکام ارسال نمیگردد. خانواده و وکلای قاتلان همچنان مشغول هستند تا رضایت اولیای دم را عقص دمند. این در حالی است که طولانی ترین زمان اجرای حکم اعدام پس از قطعیت از سوی دیوان عالی کشور 3 ماه است. سال 83 زمانی که محمد حمزه مصطفی و 5 متهم دیگر پرونده در جایگاه متهم ایستاده بودند، نه تنها ابراز ندامت و پشیمانی نمی کردن، بلکه اقدام خود را امر به معروف و نهی از منکر می دانستن و معتقد بودند برای جهاد در راه خدا این کار را کرده. محسن عامری وکیل محمد حمزه مصطفی نیز در دفاعیتش عنوان کرد: سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده نشان دهنده انگیزه آنها از بزه‌های ارتکابی و عقیده آنها به محرول الدم بودن مقتولین است و انگیزه دیگری در این باره وجود ندارد. بنابراین مستند به تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و تحریر الوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می شود و به نوشته آیت الله خمینی همین قتل قاتل اعتقاد مقتول بودن مقتول نمایت کافی است و لازم نیست که این موضوع را نزد حاکم ثابت کنه. اکنون اما با گذشت سالها متهمان به جنایت خود معترف هستند و از اولیای دم یکی پس از دیگری حلالیت جسته و از 3 تن آنها موفق شدن رضایت بگیرن. اما حسن عامری همچنان معتقد است فصل الختام بحث این که طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادر از محاکم در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به محدور الدم یا تحت عنوانی چون نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می شوند مقرر فرمودن، هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود و او همچنان از دو اولیای دم باقی مانده می خواهد که از مقام معظم رهبری تبعیت نماید و با گرفتن دیه رضایت دهند و پرواز است که همین فصل الختام است که باعث شده حکم اعدام تا کنون اجرا نشد. یک بار دیگر به حرفهای اسماعیل احمدی مقدم برگردیم. شما یادتان نمی آید در دهه 70 حتی گروه های خودجوشی بودند که برای حذف اراذل اوباش شکل گرفتند و معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا می برند و سر به نیستشان می کنند. البته این عمل قانونی نمود، اما عده‌ای دست به کار شدند تا خودشان این افراد را اصلاح کنند.
اینها معمولا منتظر اقدامات حکومت باقی نمیمانند و خودشان رأسا در میدان حاضر شده و درگیر میشوند. معمولا احساس تکلیف میکنند و از سر تکلیف در حالی که احساس میکنند که حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد به صحنه آمد. یک بار دیگر به ماجراهای گروه قناد نگاه کنید. عاقبت محمد علی بشارتی چه شد؟ آیا حتی یک بار هم کسی و محکمه ای از او درباره آن حوادث جنایتبار سوالی پرسید؟ یک بار دیگر نیز به تیتر میانی روزنامه خراسان یکشنبه هفته مرداد 80 نگاه کنید. حمید استاد مسئول انصار حزب الله مشهد میگوید خوشبختانه یا متاسفانه سعید حنایی را نمیشناسیم و اقداماتش را تایید نمیکنیم، اما پس از اعدام سعید حنایی انصار حزب الله مشهد برای سعید حنایی جشن مراسم تحریم گرفت و بسیاری از چهره‌های سرشناس و به نام انصار حزب الله نیز در آن مجلس شرکت جستند. نشریه ندای ولایت مشهد، ارگان انصار حزب الله مشهد، در همان زمان در تیتر اول خیش از سعید حنایی به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر نام بود. بذار دوباره اینو بذارم. با گذشت نزدیک به 13 سال از اظهارات آن روز دبیر انصار حزب الله مشهد، جالب است که کمیل کاوه دبیر انصار حزب الله اصفهان نیست، وقتی که از او درباره واقعه اسید پاشی در اصفهان سوال می شود دقیقاً مشابه همان اظهارات را بیان میکنه. میگوید متأسفانه یا خوشبختانه اصلا از این موضوع خبر ندارم. او در ادامه میگوید یک انسان مسلمان اگه یک ذره دین هم داشته باشد اصلا فکر به این کار به سرش نمیزنه. اینکه فرد یا افراد اسید پاش در اصفهان را انصار حزب الله اصفهان بشناسد یا نشناسد مهم نیست، کما اینکه سعید حنایی را هم مهم نبود انصار حزب الله مشهد بشناسد یا نشناسد. شاید همان روز حمید استاد راست گفته باشد، کما اینکه امروز نیز شاید کمیل کاوه راست بگوید. این مهم نیست که مصباح یزدی قاتلان محفلی کرمان را میشناخت یا نه، اما این مهم است که انصار حزب الله مشهد بعدها کار سعید حنایی را ستود. این مهم نیست که سعید عسکر جزء انصار حزب الله بود یا نبود. این مهم است که یک روز بعد از ترور سعید عجاریان انصار حزب الله کار سعید عسکر را ستود و گفت در بنبست قرار نمیگیریم، میایستیم حتی اگر قیمت آن قتل باشد. نشریه یاسارات حسین، ارگان انصار حزب الله، دوشنبه 23 اسفند 78. این مهم است که مصباح یزدی جنایت قاتلان محفلی کرمان را توریزه می کند و بر اساس نظر فقها ها می داند و اعلام می کند که من در این زمینه فتوایی ندادم، فقط اجماع فقها ها را نقل کردم. این مهم است که 8 روز پس از اسید پاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان، مصباح یزدی در دیدار با جمعی از آمران معروف و ناهیان از منکر بجنورد و قم میگوید وقتی ما میدانیم که خدا از وضعیت حجاب برخی افراد راضی نیست و امام زمان دلش خون است، باید برای خوشنودی قلب حضرت کاری کنیم. برخی مراجع نیز در رساله خود قید کردند که باید این فرضیه به صورت آمرانه باید و نه با خواهش و تمنا باشد. روش امر به معروف و نهی از منکر به زمان بستگی دارد و به امر به معروف خوش خالی همیشه جواب نمیدهد. این مهم است که 2 هفته پیش از حادثه اسید پاشی ها سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه اعلام می نماید مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا بود و از نیروی قهریه استفاده کرد. اینجاست که شناسایی، بازدار و حتی اعدام اسید پاشان اصفهان اصلا مهم نیست. مهم آن فرهنگ و نگاه خطرناک و خشونتباری است که در طول حیات جمهوری اسلامی
از بهمن 57 تا به امروز وجود داشته. نگاهی که یک روز در جهرون چهره خود را نشان می‌دهد، یک روز در تهران، روز دیگر مشهد و این روزها در اصفهان. و این چنین است که سعید حنایی، غلام رضای خوشرو، سعید امامی و غیره هرگز نمی‌میرند و یکی پس از دیگری از جای ایران برمی‌خیزند، یک روز با تناب، یک روز با اسلحه، یک روز با سنگ، یک روز با چاقو و روز دیگر با اسلحه. امروز هم که حکم دادن که، یعنی اون هفته حکم دادن که اگه کسی سگ داشته باشه تو خونش میتونن اونو بگیرن، دستگیر کنن، 74 ضربه شلاقش بزنن، چند میلیون هم ازش پول تلکه کنن. این شرایط امروز ماست و به حال وقتم به پایان رسید. مقاله خیلی مطلب بلند و فکر کردم خوبه که اینو با شما در میون بذاریم با اون مقدمه‌ای که خدمت دست کردم. هیچی نداره، یعنی نه قوه قضاییه استقلال داره، نه خودش استقلال داره. این بحثی که جمهوری اسلامی استقلال دارد، اینا همه خزعبل است. اپوزیسیونش هم استقلال نداره، تک و توک کن آدم ها توشون میبینی مستقلن، سر جاشون وسته حرف خودشون رو تکرار میکنن. نگاه میکردم یه برنامه روز شنبه، سعی میکنم شنبه ها از ویدیوهای گذشته هم یه جوری اینا رو آرشیو کنم، چون اینا رو دیویدی هن و بهتره که اینا رو به صورت فایل درش بیاریم. اینه که روزای شنبه این برنامه رو میذارم. این شنبه یه چیزی بود مال سال همون اوائل 2009 بود، فکر کنم جون بود، ولی فکر کنم اشتباهی نوشتم، جولای باید باشه بر حسب روایت هایی که بود و اینا. بلای حاله نگاه میکردم میدم که همون حرفایی که اون موقع میزه هنوزم همونا رو میگم، یعنی زیاد فرقی نکرد ماجرای ما. یه جا وایسادیم یه حرف رو تکرار میکنیم. شاد و سلامت و پیروز باشید. اگر این برنامه مورد علاقه شما هست، سوالاتون از طریق فیسبوک و توییتر اینا رو برای سایر دوستان بفرستید. اگر اکانتی در بالاترین داری اونجا قرار بده. اگر فهرستی مثل ایمیل لیست داری، از طریق ایمیل لیستت برای دیگران بفرست. از کاوه نازنین تشکر میکنیم در سایت مردمریپورت.net که او گاهن این برنامه ها رو، گاهن که یعنی اغلب بیشتر اوقات این برنامه های ما رو قرار میده، خیلی گاهن میشه که اینا رو قرار نده. ما باید جمله‌مون رو درسته بیان کنیم. ازش ممنون و متشکرم. بارها گفتم که اگر سایت پربیننده اون نبود، من فکر نمی‌کنم که ما چنین استقبالی از همون صورت میگیم. گرچه که ما قدیمی تر از او هستیم، گرچه که ما عبوردیم و کاور رو تو سایت معرفی کردیم، ولی تلاش و پشتکار او یقینا از من بیشتر بوده. سایتش بسیار سایت خوب و پربیننده و پرطرفداری. دعوت میکنم که شما هم عضو فن پیج او بشوید. اگر عضو فن پیج ما هم بشوید خوبه، ممنونت میشیم که به فن پیج ما هم رجوع کنید. بازم ازت ممنون و متشکرم. تا فرصتی دیگر، فردا که سه‌شنبه هست گفتگو میکنیم، یعنی برنامه رو با آقای دکتر انصاری آغاز خواهیم کرد، بعد به سراغ پیگدا خواهیم رفت و روز چهارشنبه هم گفتگو میکنیم با دوست بسیار خوبم اسفندیار منفرزاده. با تشکر از همه شما نازنینان در انتظار دریافت کمک مالی هستیم. تو این زمینه سوالات کنید، ما رو کمک کنید. ممنون، مرسی. ادامه برنامه رو با هم ببینیم.